شنوندگان عزیز رادیو همبستگی با کارگران ایران در گوتنبرگ، در میدان برونز پارکن هستم. در روز شنبه 30 ژوئن در اکسیون اعتراضی که به دعوت کمپین دفاع برای آزادی رضای شهابی برگزار شد و ما فعالین کانون همبستگی با کارگران ایران و رادیو همبستگی هم از این اکسیون حمایت کرده و ما در اینجا بودیم. با مرداد میرپور محمدی هستم که او رو در میدان دیدم. در امر حمایت از این اکسیون اعتراضی ازش میپرسم که چرا فکر میکنی میبایستی در این گونه اکسیون های اعتراضی آدم حضور داشته باشه؟ سلام میکنم به شما امیر جواهری عزیز و شنوندگان گرامی رادیو کانون همبستگی با کارگران ایران. سوال خوبی کردید. با توجه به این که مبارزاتی که در داخل صورت میگیره نیازمند هم اطلاع رسانی هست و هم همبستگی، کسانی که در اونجا به این فعالیت های حوزه کارگری مشغول هستند باید بدونن که در خارج از کشور کسانی هستند که نسبت به وضعیت اونها دغدغه دارند و از خودشون حساسیت نشون میدن نسبت به شرایطی که اونها درش قرار میگیرن و به این جهت این مهم هست. از سوی بازتاب جهانی این هم مهم هست که نشون دهنده همبستگی و پیوند فعالین سیاسی و اجتماعی هست با فعالین حوزه کارگری در داخل کشور. مرداد میرپور محمدی عزیز، فکر میکنی که چرا در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی از هر سو مورد تهاجمه، یعنی تحریم اقتصادی در سطح جهان، ایجاد فضای جنگی بر پایه همین تحمیل مسائل اقتصادی و تنگنا گذاشتن جمهوری اسلامی، بایکوت نخریدن نفتش و غیر ذلک، در چنین شرایطی وحشیانه به حضور زنان توی جامعه، به حضور جوانان، دانشجویان، کارگران حمله ور میشه و چنین وحشیانه اونها رو مورد ضرب و شتم قرار میده و وحشیانه تر از اون که اونها رو به شکل جمعی بازداشت میکنه و به زندانهاش میبره؟ چرا؟ من تصور میکنم که دو تا علت عمده داره. یکی این که جمهوری اسلامی همونطور که شما گفتید فشارهای مختلفی رو در مقطع کنونی داره تحمل میکنه و به جهت این که از پایگاه مردمی برخوردار نیست، اکثریت جامعه مخالف این حکومت ضد انسانی هستن، از مدت ها پیش در سراشیبی سقوط قرار گرفته، حالا با ساعت کمابیشی داره به اون مرحله میرسه. نکته مهمی که هست میترسه از این که این تجمعات، این فعالیت ها، این حرکت ها وقتی که به هم بپیونده، وقتی که ادامه دار باشه و یه طیف وسیع تری رو در بر بگیره، به هر صورت براش خطرساز میشه و میتونن که کسانی که در اون تشکل ها سازماندهی میشن مطالبات هرچی بیشتری رو از نظام بخوان و پیگیری بکنن. و نکته دیگر این هست که به هر صورت جمهوری اسلامی برای این که به هیچ عنوان در مقابل خواسته های مردم کوتاه نیاد، از ابتدا هم دست به سرکوب زده و سعی کرده با سرکوب هایی که انجام میده، که شما نمونش رو هم اشاره کردید که حمله به یک نشست کارگری که بسیار ساده برای رسیدگی به امور خودشون انجام شده، اینها نشون دهنده این هست که این رژیم واهمه داره از اینکه اقشار مختلف مردم، زنان یا دانشجویان، کارگران، هر کدوم بخوان یک سازماندهی پیدا بکنن و سازمان یابی بشن در درون خودشون، و از اینکه اینها، این سازماندهی ها به اونجا میرسه که مطالباتی رو پیش رو میذاره و برای دستیابی به اون فعالیت خواهد کرد، فوق العاده هراس داره و میترسه. از یابی شما از حرکت اعتراضی امروز در میدان برونز پارکن به چه شکل؟ من تصورم این که این حرکت و حرکت های مشابه این بسیار خوبه، همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم، به این جهت که ما اعلام همبستگی میکنیم با کسانی که در ایران دارن فعالیت میکنن و در ایران مورد تهاجم و ظلم قرار میگیرن توسط حکومت جمهوری اسلامی، و نشون میدیم به جامعه جهانی هم که اون جامعه در اونجا تنها نیست و کسانی رو در این سو داره که در رساندن صدای اونها و بازتاب خواسته هاشون فعالیت میکنن و همراهشون هستن. فکر میکنید که این تحرکات اعتراضی خیابانی در یوتوبوری، در استکهلم، در کرن، در استرالیا، در کانادا تأثیری در فرایند مبارزه داخل کشور در و جنبش آزادیخواهیش داره؟ من تصور میکنم که همونطور که شما میدونید به هر صورت یک واقعیتی هست که مراحلی میباید طی بشه برای اینکه صفوف مردم هرچه بیشتر به هم فشرده بشه و مردم در مسیری که گام برمیدارن به سوی رهایی و سرنگونی رژیم
جمهوری اسلامی هرچی بیشتر با همدیگه متحد بشن. حرکت امروز یک حرکت خیلی خوبی هست در جهت همین اتحاد با کسانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن در سراسر دنیا. از شما به خاطر پذیرش و دعوت من به این گفتگو ممنون هستم. خواهش میکنم. من هم از شما و شنوندگان عزیز رادیو کانون همبستگی با کارگران ایران سپاسگزارم. ممنون.